وقال المتحدثون ان العقوبات التي صدرت بحق ايران ليست كافية. هفتنامه اکسپرس فرانسه با عنوان گرد همایی و پیروزی دیپلماتیک برای مجاهدین خلق نوشت روز شنبه مجاهدین خلق بیش از 10,000 مخالف رژیم ایران را نزدیک پاریس گرد هم آوردند و بدین وسیله با حضور شخصیت‌هایی مانند سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل جان بولتون یک پیروزی دیپلماتیک کسب کردند. هفتنامه اکسپرس افسود مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد نه به فاشیسم امام پیچ، نه به سنگسار، نه به اعدام و قطع دست و پا، نه به حجاب اجباری، نه به مذهب اجباری و نه به دولت تحمیلی. خانم مریم رجوی به زبان فرانسوی افسود مردم ایران مقاومت خود را تا سرنگونی دیکتاتوری ادامه خواهند داد. آنها همانطور مقاومت خواهند کرد که مردم فرانسه و کشورهای اروپایی علیه هیتلر کردند. تنها راه حل به بحران ایران راه حل سوم است. نه جنگ نه مماشات، بلکه تغییر دموکراتیک توسط مردم و مقاومت ایران. اکسپرس افسود روبروی خانم مریم رجوی جنگلی از چترهای بنفش هواداران ایرانی که شعار آزادی آزادی سر می دادند را پناه می داد. هفتنامه اکسپرس خاطر نشان کرد این جنبش مقاومت اولین افشاگر برنامه هسته‌ای رژیم ایران در سال 2002 بود. هفتنامه اشپیگل با عنوان تبعیدیان ایرانی خواستار تحریم‌های شدیدتر علیه تهران شدند نوشت مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت گفت جهان باید از دست رژیم ایران خلاص شود. خانم رجوی افسود از دیدگاه ما قطعنامه جدید شورای امنیت و تحریم‌های تکمیلی آمریکا و اروپا لازم هستند اما ناکافی می‌باشند. ما از شما می‌خواهیم که خرید نفت و گاز از این رژیم را همین الان متوقف کنید. مردم ایران البته خواستار بسیار بیشتر از این هستند. آنها خواهان رفتن این رژیم می‌باشند. خانم رجوی گفت ما خواهان آن هستیم که همه محدودیت‌هایی که علیه مقاومت ایران در اروپا و آمریکا اعمال شدند برداشته شوند. اشپیگل افسود شورای ملی مقاومت حامیانی در تمام اروپا و آمریکا دارد و اولین گروهی بود که برنامه هسته‌ای مخفی رژیم ایران را در 2002 افشا کرد. روزنامه فرانسوی لزکو با عنوان گرد همایی و پیروزی دیپلماتیک برای مجاهدین خلق نوشت روز شنبه مجاهدین خلق بیش از 10,000 مخالف رژیم ایران را نزدیک پاریس گرد هم آوردند و بدین وسیله با حضور شخصیت‌هایی مانند جان بولتون یک پیروزی دیپلماتیک کسب کردند.